سقوط بهمن در ارتفاع 4000 متری کوههای آلپ فرانسه که به مرگ 9 کوهنورد منجر شد، مرگبارترین حادثه در نوع خود در 10 سال گذشته در این کشور محسوب می شود. دانیل روسیتو، یکی از بازماندگان این حادثه، می گوید ما دیرتر از گروه اول حرکت کردیم. ما با ریزش برف بر روی ما مواجه شدیم که البته به ما امکان مقاومت می داد. ولی بعد حجم عظیم برف بر روی ما فرو ریخت و همگی به پایین پرتاب شدیم. اما بعد از آن که حجم برفی که بر روی ما می ریخت کاهش یافت، ما خوشحال شدیم. توماس، کوهنورد دامارکی، یکی دیگر از بازماندگان این حادثه، هم میگوید ما با تبر یخنوردی در حال بالا رفتن از کوه بودیم که ناگهان تکه های بزرگ یخ در مقابل ما افتاد. سپس یک تکه یخ دیگر آمد و بر روی ما افتاده و ما را به پایین کشاند. در این حادثه علاوه بر کشته شدن 9 کوهنورد که یک سوئیسی، 3 آلمانی، 3 بریتانیایی و 2 اسپانیایی در میان آنها بودند، 6 کوهنورد دیگر هم زخمی و 4 تن دیگر هم ناپدید شدند.